26 سپتامبر 1996 طالبان وارد کابل شدند. 11 سپتامبر 2001 برج‌های دوقلوی آمریکا هدف قرار گرفت. 7 اکتبر 2001 فرمان حمله به طالبان از سوی رئیس جمهور بوش، رئیس جمهور اسبق آمریکا صادر شد با نام عملیات بلند مدت آزادی. از سالهای 2005 طالبان شروع به هسته‌گذاری مجدد در روستا و شهرهای افغانستان کردند. در 20 فوریه سال 2020 پس از 19 سال خونریزی با امضای یک توافق، طالب از دشمن خونی به دوست استراتژیک آمریکا بدل شد. از آن تاریخ به بعد هیچ آمریکایی در افغانستان کشته نشده است. در 12 سپتامبر نخستین مذاکره مستقیم دولت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان صورت گرفت. همزمان هزاران زندانی طالب از بند آزاد شدند، اما در مقابل جنگ و خشونت‌ها در کابل و کلان شهرهای دیگر کاهش نیافت. خانم‌ها و آقایان، به مناظره کابل خوش آمدید. در این مناظره حمدالله محب، مشاور شورای امنیت افغانستان با ما هستند تا در مورد پیچیدگی‌ها و چند سویگی مذاکرات صلح افغانستان که برای اکثریت مردم مبهم است روشنی بندازند. بسیار زیاد خوش آمدید دکتر صاحب. از گپای جاری شروع کنیم دکتر صاحب، بر ما بگوین که از دوحه چه خبر هاست؟ بسم الله الرحمن الرحیم، تشکر از امروز. از دوحه خبر تا بالا کدوم نتیجه به نتیجه نرسیدن. هیئت مذاکره کننده یا گروپ تماس بین دو تیم ایجاد شده که سر طرز العمل مذاکره و اجندا صحبت میکنند. اما بخش اولشان هستن، به یگان موارد موافقه کردن، یک چند موضوع مانده که هنوز به موافقه نرسیدن. آیا به این مذاکرات خوشبین هستین؟ خب، صلح خواست مردم افغانستان است، تمام افغان ها. ما شما همگی میخواهیم که یک صلح با و یک ثبات دائمی در افغانستان قائم شود. میخواهیم که این مذاکرات کامیاب شوند. آیا ثبات سیاسی در آینده را به نظرتان این مذاکرات تضمین خواهد کرد؟ این با مذاکرات مرتبط است. ما میتونیم به یک صلح واقعی برسیم و یا حتی اگر به نتیجه نرسیم هم امکانی ازی است که خشونت کمتر شود، ولی باز هم حتی با کامیابی مذاکرات هم ما امکانی ازی است که جنگ دوام پیدا کنه. مهم است که تمام مردم افغانستان، تمام اقشار افغانستان خود در این مذاکرات ببینه. اگر یک گروه هم بیرون میمانه، باز هم امکانی ازی است که دوام جنگ در افغانستان باشه. آقای محب، چالش اصلی بر سر این مذاکرات که تقریبا وارد روز یک ده روز خود گذشت، بیشتر از ده روز میگذره، چالش اصلی چی است؟ فعلا در این مذاکرات فعلا دوام داره. خب، یک چند موارد است که طالبان اصرار دارن که باید اونا شامل همین طرز العمل باشن. اولشان خو موضوع شما میفهمین که مذهب بود، فقه بود که او را به فکرم حل کردن. موضوع دومشان فعلا که هنوز منجر به مباحثه هستن، اما موضوع شامل کردن مذاکرات دوحه امریکا در این طرز العمل است که باید اونو تداوم از این گپا باشه. بحث موضوع فقه حنفی و فقه جعفری یک بحث جنجالی و نگران کننده برای اکثر مردم افغانستان بود. این چطور حل شده؟ جزئیات ازی در اختیار مردم نیست. با یک موافقه رسیدن هر دو تیم که موافقه هر دو. من نمیخوام با جزئیات برم، چون می تیم مذاکره ما خواستن که با مذاکره را بتونن در اعتماد دو طرفه دو جانبه پیش ببرم. ما در جزئیاتشان نمیرم، ولی یعنی میتونم بگویم که در اونمو یک مورد پیشرفت صورت گرفته. درست. ما بازم میخوایم این سوال تکرار کنم آقای محب، که این مذاکرات و یا ای گام شما را به آینده ثبات سیاسی در افغانستان خوشبین میسازه یا بدبین؟ یک قدم بسیار نیک به طرف ثبات دائمی در افغانستان است. این را ما میتونم مطمئنن بگویم. چه چیزی ثبات سیاسی را در این مقطع در افغانستان تهدید میکنه؟ طالب و یا شکست مذاکرات؟ خب، طالب خب ما مستقیم هم رایشان میجنگیم، فعلا در حالت جنگ هستیم، ولی ثبات افغانستان از بیرون از افغانستان هم تهدید برش وجود داره که در این مورد ما کافی صحبت کردیم در سابق و فعلا هم ما تروریست های بین المللی داریم در افغانستان فعالیت دارن. یک تعداد کشورهایی هستند که مفاد خود در تداوم جنگ در افغانستان میبینه. یگان شبکه هایی هستند
در داخل افغانستان، در داخل خاک افغانستان قاچاق برای هستند که میخواهند تداوم جنگ در افغانستان برای منافع خود پیش ببرند. ما اگر میخواهیم که یک افغانستان باثبات ایجاد کنیم، به فکریم تقویت نظام بهترین رای از او است که در او نظام طالب هم شامل باشه. درست. اگر یک تعریف از شما داشته باشیم در مورد ثبات سیاسی، ثبات سیاسی را چطور تعریف میکنین در این شرایط افغانستان؟ خب ما و شما جمهوریت داریم که یک نظامی هستن که در هر قشر میتونه هم خود ببینه و هم انتقاد کنه جایی که ناخوش باشه، و مردم استقلال و آزادی خود دارن که صدای خود در این نظام در مواردی که فکر میکنن که به نفعشان نیستن بلند بکنه. در پالوی از این خودشان انتخاب رهبری زعامت کشور میتونن به وجود بیارن که اونو انتخاب به فکر ما شما را به طرف ثبات میرسونن. آقای محب، بعضی از منتقدان حکومت به این باور هستن که تعریف ثبات سیاسی از طرف شما، وقتی شما عرض میکنم منظورم حکومت هست، این است که قوام و یا دوام حکومت 5 ساله که رئیس جمهور در او باید باشه او باید تضمین شود. نه خیر، به فکرم اینجا یک اشتباهی از این که مردم نظام با دولت گت میکنن. خب دولت جمهوری یا حکومت جمهوری اسلامی افغانستان که در رأسش جلال مآب رئیس جمهور است با نظام امروزی فرق میکنه که در این نظام شما هم شامل هستین، در این نظام پارلمان ما هم شامل است که او هم یکی از قوای جمهوری اسلامی افغانستان، ولی تمام ما شما در یک نظام در میاردر امروز که وجود داره شامل هستیم. در این رسانه رول خود داره، تداوم این نظام ما میخواییم. هدف ما ای است که باید باز اخلال به وجود نبیه، که هر باری که اخلال به وجود آمده افغانستان و مردم افغانستان سود نبرده. منظورتان از اخلال گسست است؟ هدف ما ایست که اگر این نظام مشکنه بدون از ای که یک تداوم یک رای حل باشه با فایده کشور ما شما نیست. امروز ما مثالشان از شما میتم، از رسانه میتم، همی پیشرفته که در بخش رسانه شده در 15 سال اخیر نبوده. 15 سال پیشرفت وقت و زمان گرفت، ولی اگر پس اثر اینمی کل سیستم شروع میکنیم و یک تعداد مردم افغانستان متضرر میشن، باز اثر اینمی کل پروسه رو شروع میکنیم. اینمی کار در تقریبا در تمام سطوح این نظام وجود داره. پارلمان مثالش هستن که اعضای محترم پارلمان در این شیشتن ما در سطح صحت عامه این موضوع رو میبینیم. بسیار خوب. آقای محب، وقتی که میگین منظورتان از جمهوریت یک بسته است و یا سیستم است، نظام هست، یکی از بحث‌های جاری که امروز در بین سیاسی‌های افغانستان، در بیرون افغانستان، در هر جا وجود داره ای است که اگر یک تضمینی به وجود بیاید که نظام فعلی افغانستان که دستاورد مردم افغانستان است حفظ میشه، یک حکومت عبوری، یک حکومت موقت یا هر چیز دیگه به جای ازی بیاید، در این مورد چی نظر دارید؟ ما هر وقتی که یک چیز رو میسازیم، نظام در اینجا مطرح است، اول باید پیش از اینکه یک چیز دیگر را تخریب کنیم باید او ساخته شود. اگر یک فرصت پیدا میشه در آینده حتما بعد از مذاکرات است، بعد از اینکه به یک نتیجه میرسیم که اون نظام چی میباشه، ما نمیتونیم که یک نظامی که کار میده او را تخریب کنیم، خراب کنیم و از بین ببریم و باز با امید از اینکه یک چیز دیگر خواد کار داد. اگر نظام تخریب نشه، آقای محب، اگر نظام تخریب نشه و گفته شوه که من نام مشخص نمیخوایم بگیرم، چون هر کس نام میگیره عبوری موقت، یا یک شرایطی که نظام حفظ شوه و گفته شوه که شما مثلا چوکیتان قربانی بدین، این به معنای عزیز. خب من دو گپ اینجا دارم. اولی که نه ما، نه رئیس جمهور، نه همکارانش خواست قدرت دارن که بخواین که در قدرت و در چوکی خود بمانه. ما مسئولیت داریم. مسئولیت ما ای است امروز در همین مقطع زمانی که افغانستان باز به جنگ‌های داخلی حائل نشوه و ملک و توایفی اینجا باز به وجود نبیه و او دشمنای افغانستان که میخواین این فرصت باز به دست بیارن تا افغانستان یک نوع اشغال کنن، این فرصت به وا داده نشوه. ما وقار افغانستان، وقار مردم افغانستان نگاه کنیم. یک مسئولیت است. اینجا گپ از قدرت نیست و هیچ کس حتی اگر شما نباشید. حتی اگر ما نباشیم، ما
هدف ما نگاه کردن چوکی خود نیست، هدف ما وقار افغانستان است که باید وقار افغانستان را به جا ببانیم. موضوع دوم که به هر نتیجه‌ای که میرسیم شما به یک زمان اشاره میکنین که در اون وقت ما به تمام نتیجه رسیدیم، یعنی مردم افغانستانی را تثبیت کردن که خوب ما به این نتیجه رسیدیم و همه ما اعتماد داریم. و اعتماد من باید داشته باشم به حیث یک نماینده حکومت، شما به حیث رسانه هم اعتماد داشته باشین که این امی نظام از این بعد که به وجود می به فایده کشور است. و رئیس جمهور بارها این گپ گفتن مذاکره، هر تصمیمی که مذاکره کننده در اخیر در تیم مذاکره کننده به نتیجه میرسه باید به ملت افغانستان راه شوه و ملت افغانستان باید به او رای تایید بدن که بعد از او ما به اونمو تصمیم میرسیم. بدون مردم نه، ولی اگر مردم افغانستان به اونمو نتیجه برسه. آیا طالبی که در قطر 6 تا صلح میخواید؟ از برای فعلا ما میبینیم که مذاکره روان است. نمیخوایم پیشگویی از این را بکنم که بدبینی را نشان بدم که شاید نخواهند. در میدان جنگ، در میدان نبرد ما میبینیم که طالب هم جنگ خود را به شدت دوام داده رئیستان. یک جنگ نایلام شده را سر مردم افغانستان باز تحمیل کردن. تلفات گسترده وارد میکنن. به نیروهای امنیتی و دفاعی کشور تلفات ملکی هم در شامل هستند و این مردم اولاد مردم افغانستان است. کسی که صلح میخواهد مردم خود نمیکشه. خب ما از یک طرف خوشبین به مذاکرات هستیم، از طرف دیگه واقعیت جنگ هم میبینیم. درست آقای محب، در روز جهانی صلح آقای رئیس جمهور و معاونینشان به شکل بی پیشینه ای کارنامه هایی که طالبان داشتن را یاد کردن، مشخصا بحث ناموسداری در افغانستان، مشخصا بحث ای که بعضی از دختران را همراه خود برده بودن. چی فکر میکنین؟ حال شما میگین که مذاکرات جریان داره و خب طالبان هم جنگ میکنن، در حالی که حکومت شما در نخستین دورش طالب را مخالف سیاسی خود میگفت، همزمان با این کال مذاکره جریان داره، چرا باید یک موقف گرفته شود؟ ما اینجا موضوعی از این که واقعیت چی میگذره. طالب مخالف است، ما میخواهیم که مخالف سیاسی با واقعیت باشه که اینجا هر مخالفتی که میخواهیم نشان بدن، اگر میخواهیم مخالفت نشان بدن از رای اینجا امکانات برای ازو در جمهوریت وجود داره. فعلا ای کشتن شهید ساختن مردم افغانستان به نفع طالب هم نیست. اگر اینا میخواین که در این مملکت بخشی حکومت باشن، خوب سبا اینمی مردمی که امروز اینا وارا بیوا میسازن، اولادای مردم یتیم میسازن، اونمو یتیما باز از گردنشان میگیرن که خواهی به کدام دلیل. اگر جنگتان بریزی بود که امرای خارجی و خارجی از افغانستان بیرون براین، خوب به او هدف رسیدن، خارجی از افغانستان میبرن. درست. فعلا چرا افغان ها را میکشین؟ دلیل برای کشتن افغان چی هست؟ بله، باز یک بحث دیگه هم در امروز مطرح شد آقای محب، که همگی با این باور بودن که ما عجله بر صلح نداریم و این روند نباید عجولانه صورت بگیره. از سوی هم شما در اینجا میگین که جنگ در کشور جریان داره و هر قدر که زودی گفتگوهای صلح نتیجه بده امکان داره از خون یک انسان جلوگیری شود. آیا وقت معین براتون وجود داره برای گفتگوها؟ لازم نیستن که مذاکرات بسیار به صورت و به نتیجه برسه، ولی جنگ باید استاد شوه. اینجا باید یک آتش بست یا قربان صورت بگیره. برای کشتن افغان ها، بازم میگم، برای شهید ساختن مردم خود طالبا هیچ مشروعیت دیگه نداره. اینجا یک حکومت مشروع منتخب مردم افغانستان هست، یک نظام اسلامی وجود داره، امروز برای همه مردم خدمات میرسه، رای انتقاد وجود داره، سیستم هستن که بر طالبا همی تضمین داده میتونن که اینا میتونن مخالفت خود و مذاکرات خود دوام بدن و مردم افغانستان هم خواهان ازی هستن که به یک ثبات دائمی برسیم. ما منظورتان از این که میگین عجله نداریم چیست؟ خب عجله در این که باید مذاکرات حتمی امروز به نتیجه برسه. ما نمیخوایم خب یک رای حل که نرسه اون آتش بس نمیکنن دکتر. خب آتش بس چرا نمیکنن؟ هدف گپ ما ایست، چرا کشتار افغان ها دوام بدن؟ دلیل
برای کشتن مردم افغانستان چی هست؟ اگر طالب خود افغان میدانه، کدام دلیل است که مردم افغانستان امروز هر روز بداهاتن شهید میسازن؟ صلاحیت هیئت مذاکره کننده در دوحه به چی انداز است؟ آیا این هیئت میتونه مذاکرات را ترک بکنه؟ خب تیم مذاکره صلاحیت داره. تصمیمی که نهایی باید باشه، تصمیمی است که باید به کابل مراجعه کنند. به او سطح صلاحیت هیچ تیم مذاکره کننده ندارن. اینا باید به شورای عالی مصالحه هم مذاکره رجوع بکنن، بر رئیس جمهور هم رجوع کنن. اگر به یک میخواین به یک نتیجه آخری برسه، ولی اگه امروز تیم بخواه که با ما به نتیجه نمیرسیم، امرای طالبا و این دوره میخواه که خاتمه بیابه، امکان ازی است که برای چی دلایلی را دکتر صاحب به خاطر شکستی مذاکرات میبینین؟ دلیلی وجود داره به نظرتان؟ خب شما در کابل یک آهنگ دیگه دارین، تیم مذاکره کننده یک آهنگ دیگه داره، طالب در میدان جنگ میکنه. ما فکر میکنیم که اولین بخشش درست نیست. اینجا نه ما آهنگ جدا داریم، نه تیم مذاکره یک آهنگ است. همه ما به یک صدا هستیم. آقای سالی مثلا میگن که طالب در جامعه ذوب میشه، درست؟ و واکنش های طالبان هم مطمئن هستم شما دیدین، یا در روز جهانی صلح که یک روز بیشتر مسالمت آمیز خوانده میشه، گفته میشه که طالب یک گروه یاغی است، تروریست است، در حالی که همزمان هیئت مذاکره کننده در اوج روی آجندا تلاش دارند، درست؟ خب اگه مخالفت به طالب وجود نمی داشت، ما ضرورت به مذاکره نمی داشتیم. ولی امروز با عنوان حکومت آقای محب، شما خمیال داخل یک پروسه هستین، درست؟ یک پروسه تعریف شده و منظم که دو تیم شیشتن گپ می زنن، این مخالفت زیاد به نظرتان مانادار می آید؟ خب این طرف تنها گپ است. اگه فکر می کنین که این گپ حتی زده نشه، و طرف دیگر طالب هر روز باز میگم ده ها افغان ها را شهید می سازه. اگر هدف از ما ممیره میگیم، هدف ما ممین است که اگر طالب در میز مذاکره شیشته که اونمو رای حل است، چرا جنگ دوام داده نیستن؟ ولی همزمان با اینکه طالب هم جنگ میکنه، حملات هوایی حکومت هم افزایش پیدا کرده. دفاعیستن، ولی میبینیم که طالب یک جای تجمع پیدا میکنن، باز یک پسته ما را زیر حمله قرار میگیرن. طبعا ما در حالت دفاع فعال هستیم. دکتر سبی، چقدر برتان قابل قبول است که طالب میخواهد مبنای مذاکراتش توافقنامه امریکا و طالبا باشه؟ به هیچ دلیل نه. چرا؟ این مذاکرات بین افغان ها هستند و باید مبنایشان مردم افغانستان، اختلافاتی که در بین افغانستان وجود داره. ما اختلافاتی که طالب با خارجی ها داره نمیخواهیم بیاریم در داخل این مذاکره. او مذاکرات ما حل کردن نمیتونیم، و نمیخواهیم که مذاکرات مبنای از این مذاکرات اختلافات طالبا با یک کشور خارجی باشه. اگر اختلافشان در داخل است، که امروز اختلافش در داخل است، چون فعلا خارجی را حمله قرار نمیدن. شما گفتین در ابتدای گپتان که یک خارجی هم کشته نشده، ولی هر روز افغانا قربانی میتن. باز چرا ما یک تفاهم نامه ای که هیچ به ما مرتبط نیست و را شامل یه اجنده بسازیم؟ اگر مذاکرات به شکست مواجه شوه، قدم بعدی چیست؟ خب اول خب ما کوشش داریم که هیچ به او سطح نرسیم. بازم مذاکره است، امکانی از اداره که یکان روزا پایین و بالا بیشن. اگر برسیم به کدام حالت برسیم؟ شکست. خب یک حالت است که شما فکر میکنیم که شاید بعضی از منتقدان دو سناریو رو در اینجا ارائه میکنن. یکی سناریوی است که آمریکا کمک خود به افغانستان قطع میکنه و سربازای خود از افغانستان بیرون میکنه، و بحث دیگه که طالب همچنان در حال جنگ است و جنگ را ادامه میده و تسخیر خواهد کرد. خب من اول سوالتان فهمیدم. هدفتان اگه ایستن که مذاکرات بر اول برتان، باید بگوییم که مذاکرات بر ما اولویت داره. ما میخواهیم که مذاکرات کامیاب شود. بهترین راه بر رسیدن به یک ثبات دائمی در افغانستان راه صلح است و راه مذاکرات است. ما تمام قوت دولت جمهوری اسلامی افغانستان و این نظام تا جایی که امکان دارن پشت تیم مذاکره خود انداختیم، و میخواهیم که اونا به نتیجه مثبت برسن که باعث صلح و ثبات افغانستان شود. اگر
ما به اون نتیجه میرسیم و حتی اگر نمیرسیم ما ضرورت به یک نظام قوی داریم. ما سابق برتون در اول گفتم که باید ما سر نظام خود سرمایه گذاری کردیم که این سرمایه گذاری شده 20 سال اخیر ما شما یک نظام ساختیم. مشکلات خوددار است 100% باید ریفرم صورت بگیره. در بسیاری موارد او را هم سرشان کار میکنیم، ولی اینمی نظام برای نگاه کردن برای دفاع از وقار عزت مردم افغانستان حاضر است تا هر دمی که باشه از مردم دفاع کنه. ما سر نیروهای امنیتی و دفاعی خود سرمایه گذاری گسترده داشتیم. ما از همکارای بین المللی، از شرکای بین المللی هم متشکر هستیم که با ما همکاری کردن. امروز ما به او سطح رسیدیم که تقریبا 95% امی روند نبرد خود ما به پیش میبریم. درست است. ما یک چند پرسش از بین آدینس میگیریم که چه کسی سوال داره شما بفرمایید. مایک همکارم بر شما میرسم. عرض سلام دارم حضور دوستا و عزیزا. ما در ماه میزان قرار داریم. جنایتی که طالبا در شمالی انجام دادند، تاکستانای شمالی را تا بیانات شمالی رحم نکردند، آتش کشیدند. در 20 سالم در به خاطر دفاع از نظام طالبا قربانیای زیادی از مردم افغانستان گرفتند. آخرین قربانی مردم افغانستان یکی از بهترینای افغانستان آصف توخی بود که پدرش یک مجاهد بود. اینا را ما چطور میتونیم اینا را ببخشیم و بیان که نظام امارات در درون افغانستان حاکم بسازن؟ نظامی که اینجا مشکلات داره. سوال دارین؟ بله سوال ما. سوال مشخص ما از دکتر صاحبی است که چطور در این مذاکرات ما از این قربانی ها و از اینا میتونیم بگذریم و طالب ببخشیم؟ طالبی که دیروز عالی دست آیسای بوده، امروز بیاید در درون نظام افغانستان ادای امارات تو. تشکر. یک پرسش دیگه هم بگیریم دکتر صاحب. شما بفرمایید. سلام جناب دکتر صاحب، من شهریار هستم، عضو جامعه مدنی، مدیر برنامه های مجتمع مدنی افغانستان. بفهم. سوال خواستیم جناب دکتر صاحب شما است که اجندای دولت افغانستان به خاطر پاسداری از حقوق مدافعان حقوق بشر، اعضای جامعه مدنی و خانواده قربانیان جنگ چیست؟ چنانچه که طالبان سازه متفاوت می سرای، متاسفانه دولت افغانستان به خاطر پاسداری ما و کسانی که سالها کار کردیم و در صورت های متعدد داریم چی خواهد بود؟ تشکر. بحثی است که دکتر صاحب، من فکر میکنم اگه اشتباه برداشت نکنم که چطوری روند شما مردمی میسازیم، چی گامی برای گرفتیم؟ مهم است اول خوب باید یادآوری کنم که ما در هر مرحله ای که بود با مردم مراجعه کردیم. دو لوی جرگه را دایر کردیم در برای صلح، با ای که از نظریات مردم را بگیریم. حال در حال ایجاد شورای علی مصالحه هستند که کل تیمشان، هدف ما از اعضایشان هستند که یک تیمی به وجود بیاید تا بتانن مشورای خود به طور دوامدار به تیم مذاکره هم بتن و به دولت هم ارائه کنن. و در بین یزی با پارلمان مشوره صورت میگیره، با مردم، رئیس جمهور یا هر کدام ما در حکومت جایی که سفر میکنیم میبینیم، امرای مردم صحبت میکنیم. صدایی که از متضررین است شاید یکی از صدای بلندترین باشه و بایدم باشه، چون یک تعداد گسترده مردم افغانستان که متضرر از این جنگ شدن، اونا فعلا در این مذاکره با وسطی که نرسیده که باید صدای خود بلند کنن، ولی او باید برای حل ازی برسیم. روزی که در مذاکره میشینیم مستقیم باید رای ازی را بسنجیم که چطور ما به منتظرین بر رسیدگی میکنیم. هنوز نسنجیدین دکتر؟ قناعتشان هنوز خود طرز العمل است، به اجندا نرسیدن. موضوع دومشان تیم مذاکره به اجندا میان. وقتی که در اجندا میان، یک مورد اجندا مهمشان ای که چی رقم به متضررین جنگ میرسیم. ما فکر میکنم سوال هر دو وطندار مایی بود که امی اجماع مردمی را برای مذاکرات چطور ترتیب میدین؟ حال چند دور از امریکایی‌ها گذشته، نخستین دور از افغان‌ها در جریان است، این امی اجماع را چطور در افغانستان به وجود میارین، مخصوصا قربانیان جنگ؟ بله، خب ما بخش مذاکرات امریکا و طالبان بودیم و دو مورد ولی مذاکرات صلح افغانستان، ولی مذاکرات صلح فعلا که در وجود دارن، گفتم پیش از اینکه آخرین کاری که برای ازی انجام دادیم
رهای زندانیا بود که در او مورد ما تصمیم خود برای روی جرگه گذاشتیم، اما تصمیم نهایی که باید میشد از این بعدم امی روان دوام پیدا میکنه. خب هر بار ما امکانی از این نیست که به هر تصمیم باید روی جرگه خواسته شود، ولی شورای علی مصالحه است که به می دلیل ایجاد شده تا بتونیم که ولی ما فکر میکنم دکتر صاحب اخشار مختلف قربانیان هر تصمیم نیست، درست؟ بله. اکثریت مردم افغانستان قربانی جنگ هستند، اکثریت کسایی که در این وطن بودن قربانی جنگ هستند، ولی صدا اونقدر زیاد بلند شنیده نمیشه. بایدم برشان فرصت بیشتر داده شود. ما به حیث مشاور امنیتی ملی بسیار قربانی های امی جنگ میبینم، درست. و واقعا دردشان امو آدم تحمل کرده نمیتونه که چی درد مردم دیدن. لازم است که اگر ما میخواییم به ثبات دائمی برسیم و طالبان باید دیره بپذیره، اگر اینا میخواین که در مملکت بخش نظام باشن، درست. باید بتانن که جوابهای قناعت بخش با قربانیان جنگ داشته باشه. بله، با وضعیت اجماع مردمی را در موردش صحبت کردیم، در مورد اجماع سیاسی صحبت کردیم. دکتر صاحب، چقدر چتر همیشه جمهوری از طرف شما یک چتر ملی و مشترک گفته شده، چقدر این صف مشترک به وجود آمده به خاطر صلح؟ خب اول خب مثال خوبش همین خود تیم مذاکره هستن. وقتی به دوحه رفتن اکثر مردم میگفتن چون در داخل در افغانستان اختلافات نظر وجود دارن، این تیم هم میپاشه و مشکلات به وجود می دیدیم که بسیار متحدانه کار خود پیش بردن. درست است در کابل اختلاف نظر وجود داره، سر پالیسی اختلاف نظر وجود داره، مثلا مواردی هستن که شاید یک تعداد سیاسون با او موافق نباشن با حکومت، ولی یک تصمیمی که گرفته میشه و تصمیمی هستن که حکومت یا نظام میگیره با او یک موضوع است. ولی در کل در تمام از پارلمان از اعضای پارلمان گرفته تا سیاسیون موافق و غیر موافق به یک چیز اعتقاد دارن که ما میخواهیم که نظام خود را حفظ بکنیم. چقدر به کار آقای عبدالله در رأس شورای عالی مصالحه اطمینان وجود داره؟ خب هنوز خود سر کار است. اولین کار ما ایجاد شورای عالی مصالحه است که به زودی تکمیل خواهد شد. اطمینان وجود داره دکتر صاحب؟ بله، کوشش خود میکنیم. خب یک کاری هستن که کار اجماع سازی کار آسان نیست، باز اتفاق، یعنی در حالی که هنوز هم دور اول مذاکرات سپری در حال سپری شدن است، هنوز هم اجماع به او شکلش وجود نداره. آقای محب، زمانی که ما به دوحه رفتیم در طیاره یک جنجال خلق شد که دو سخنرانی قرار بود از طرف جمهوریت ارائه شود، یک سخنرانی که آقای اطمر ارائه کنه و یکی آقای عبدالله. چرا در بین خود جور نیامده بودین در کابل؟ خب زیبایی جمهوریت اسلامی دمی است که ما میتونیم اختلاف بکنیم، اختلاف نظر خود را آرا کنیم. ولی از اون سخنرانی آقای عبدالله خبر نداشت. آقای یکی دیگر خب کدام آیا کدام کس در اینجا شهید شد؟ نی، ولی گپ از اجماع است، درست؟ اختلاف نظر همیال ما شما اختلاف نظر داره، مشکل نیست. هماهنگی وجود نداره. خب آقای مهم، هماهنگی به وجود می وقتی که صبح امروز روز من یادم است که آقای استانگزی، آقای سلام رحیمی و آقای اطمر در یک تیم مذاکره کننده جداگانه با تیم دکتر صاحب عبدالله صحبت میکردن، در صورتی که توقع مردم از این هیئتی بود که با یک همبستگی و یک پارچگی تمام از تیاره که بالا میشن تا مدوحه تبلور کنن به عنوان مردم افغانستان. خب ما در یک حالت ایدیل هیچ وقت صورت نمیگیریم و زیبایی جمهوریت در اختلافش است. در آخر روز قربانی اونمو اختلاف کی بوده؟ چی بوده؟ یک اختلاف نظر بود، هیچ کس کشته نشد، هیچ کس زخمی نشد، هیچ کس آگار نشد. اگر میشد نشد. ولی قرار بود چه درست؟ بسیار مهم در این نمیست که هر چیزی که باشه اختلاف کدامش درست بود بالاخره آقای مهم؟ اگر شما میخواین که یک نظام مطلق باشه، باز حتما شما میخواین که یک نظام امارات باشه که یک نه به هیچ صورت. ما در مورد یک تیم گپ میزنیم که زیر یک چتر مشترک به یک هیئت مشترک قرار است به یک مجلس بزرگ برند، درست؟ در برابر طالب، این طرف دولت افغانستان، دولت جمهوری اسلامی افغانستان، این طرف طالبا. ولی در دولت جمهوری اسلامی افغانستان یا نظام جمهوری اسلامی افغانستان، ولی در اینجا اگر یک سخنرانی اگر از آقای عبدالله میرفت و یک سخنرانی از آقای اطمر، اتحاد شما را نشان میده؟ اگر میرفت قرار بود که برای ما در اینجا بودیم آقای مهم. آیا حق بحث نداریم؟ فرصتی بحث در کابل نبود؟ کابینه برای چی جور شده؟ صحبتی بس در کابل نبود. پارلمان برای چی جور شده؟ برای همی که خب جمهوری اسلامی افغانستان کثرت‌گراست، در اینجا نظریات متفاوت وجود داره، ما مباحثه میکنیم به نتیجه میرسیم تا دقیقه 90.
خوب تا دقیقه 90 هم با مباحثه میکنیم، چرا نه؟ چرا آقای کرزی از شورای عالی مصالحه ناراض برآمد وقتی که گپ از اجماع میزنین و بزرگای وطن درست و چتر جمهوریت، چرا کلیه جمع کردن نمیتونین؟ کار داریم که یکی از وظایف ام شورای عالی مصالحه هستن که قناعت همگی حاصل شود. ما وقتی میگیم که باید تمام اقشار جامعه به شمول سیاسیون و رهبرا باید موافقه کنن به هر موافقه صلح که ما میرسیم و این بسیار مهم است برای ازی که ما ثبات را تامین کنیم. حتما اختلاف نظر، اگر تمام چیز اقعصان می بود چرا 20 سال جنگ و هزاران افغان شهید می شدن؟ آقای گلبدین نکمتیار یکی از گلایش مثلا این بود که ما بارها کوشش کردم با ارک تماس بگیرم، موفق نشد، مال خودم امرای طالب و ارتباطات خود را تامین می کنم. کسی که شما امرایش صلح کردین، یک روند مصالحه آوردین. از این استودیو که برامدم خودم برشون زنگ می زنم. هدف تماس نیست، هدف از موافقه است که ما چی میخواییم، با کدام موافقه میرسیم. خب امکان ازی که همگی در هر وقت و زمانش با یک نظر باشه امکان نداره. او امارات است که شما تعریف میکنین، جمهوریت نیست. در جمهوریت ما به همی دلیل از امی نظام دفاع میکنیم که شما حق امی پرسش دارین، شما حق ازیره دارین که از ما امی رقم پرسان کنین و اختلاف نظرتونم پس بیان کنین در کمره در پیش روی مردم خود. ولی آقای حکمتیار، یک سوال دیگه هم در مورد حکمتیار صاحب بکنیم. کنا فکر میکنن کنا را منزوی ساختین، در گوشه کابل آوردین انداختینشان، گپشان را نمیشنوین، نظرشان را نمیشنوین، چی رقم؟ خب نظرشان هستن، ما به نظرشان احترام داریم و بازم میگم ولی قبول از امی نظرشان دفاع میکنیم. با امی نظرشان امی مردم جمهوریتی که نیروهای امنیتی و دفاعی از امی حقی که نظر متفاوت و مختلف داشته بشه هر روز دفاع میکنه. چقدر وقت میشه آقای رئیس جمهور با چهره مثل گلبدین حکمتیار، آقای کرزی و سیاسیون دیگه ای که گله دارن ندیده؟ زیاد وقت نخواد شده باشه. اخیرین بار دید، یک بار دیدن و هر باری که یک موضوع مهم صورت گرفته تقریبا تمام رهبرای کلان دعوت میشن، از اونا پرسیده میشن. به هر صورت رئیس جمهور با همگی مشوره میکنه. من خودم شخصا این مشوره رو انجام میدم، میرم خانهشان، به احترامشان امرایشان صحبت میکنیم، نظرشان رو میشنویم. آقای مهیب، تعریفتان از جمهوریت چیست؟ خب جمهوریت که ما کثرت‌گرایی را داشته باشیم، تنوع افکار را داشته باشیم و مردم بتونن احساسی از این را بکنن که اونا حق خود در امین نظام میبینه و خود در نظام میبینه، تصویر خود در نظام میبینه. ما تعریف واضح آقای محب نگرفتم به خاطر از اینکه همگی فعلا منتقد حکومت شما هستن. شما را بسیار متهم به این میکنن که شما تیم ارگ و یا یک حلقه در درون ارگ، مدعی به ایست که آمریکا و برخی کشورهای دیگه سیاسیون درون یک توطئه را به خاطر تضعیف نظام را انداخته. شما هیچ کسی را نمیبینین، با هیچ کس گپ نمیزنین. این جمهوریت معناش چی است وقتی که روزها میگذره ولی شما وزرایتان هنوز به پارلمان روان نکردین، درست؟ خب اگر هدفتان از وزرا به پارلمان است، معرفی شدن به پارلمان، اسنادشان طی مراحل میشن، روزی که هنوز کارشان خلاص شد، خب پارلمان هنوز اونم کار خود دوام داده رایستن که اسنادشان طی مراحل کنن، خلاص شد به ما احوال میتن، ما رسما وزرا را به پارلمان، وزرا را به پارلمان میبریم برای معرفی که آرار کسب کنن، حکمشان صادر شده. یک مثال دیگه در مورد جمهوریت آقای محب، شما زمانی که مشاور شورای امنیت بودین حمله صورت گرفت به خانه آقای قیصاری، در او حمله بیش از 7 تن جانشان از دست دادن. من نمی‌فهمم که شما عکسای قربانیان یاد سر دیدین یا خیر، درست؟ حادثه خلاص شد، به پایان رسید. آقای قیصاری چند روز پیش به کانتین هتل کابل آمده بود، چرا پروندهش به دادگاه نرفت؟ خب ما از پروسه حقوقیشان نمیتونم صحبت کنم، ولی کسی که لازم است که باید در زندان باشه در زندان است، کسی که در توقیف خانه است باید در اونجا باشن و تمام وقت یک نفری که پروسه حقوقی خود را طی مراحل میکنن میشینن. اکثر مردمی هستن که خود در خانه خود اگر جرمم کرده باشن، اگر جرمشان در محکمه یا تثبیت نشود یا خب آقای مهیب، من امیر پرسان که در رئیسون که شما بالای خانه او عملیات صورت گرفت، حمله صورت گرفت، شما مشاور شورای امنیت بودین ولی جنابشان در کانتین هتل آمدن و بسیار سادگی همونجا شیشته بودن، اما یک تعداد گپ می زدن.
تعریفتان از قیصاری و این موقف قیصاری چی است؟ چرا اتر یک حادثه صورت گرفت؟ جمهوریت است درست؟ ولی چطور میتونه باز بی آزادانه بگرده در صورتی که بیش از 7 نفر هم در اوجه کشته شدن به شکل بسیار وحشتناک؟ خب روزی که حمله صورت گرفت یک تعداد مردم متضرر شده بودن در یک جایی که اینا تسلیم قانون نمیخواستن شوه. قوای قهریه برای امی است که وقتی که ما باید قانون تنفیذ بکنیم از قوای قهریه استفاده میکنیم اگر مقابل مسلح باشه، ولی بعد از اوش ما نگاه کرده نمیتونیم، او را باید به قانون بسپاریم، باید تسلیم محکمه بکنیم، تسلیم سارنوالی بکنیم. حتما این پروسه را طی کردن، طی پروسهشان تفریح میکنن، چکر میزنن در کانتیننتال، شما یک آب هوای باغ بالا را تنفس میکنن میگیرن. حتما پروسه محکمه شان طی شدن. از ما سارنوالی با قوای قهریه او را به سارنوالی معرفی میکنه. بعد از او چی میشن؟ خب باز پروسه مقصد وضعیت قانونی در جمهوریت در بعض موارد همین گونه است آقای محب. در مورد پاکستان فعلا رابطه و یا نفوذ پاکستان بر مذاکرات صلح چطور میبینید؟ نفوذ پاکستان در مذاکرات جاری صلح چطور میبینید؟ خب شما افکار مردم افغانستان و معلوماتی که ارائه شدن تا به حال میفهمین و در آخر خود ثابت هم شد که یک تعداد کلان یعنی بزرگای طالبایی که رفتن برای مذاکره به تیم مذاکره از پاکستان رفتن، که ادعای مردم افغانستان، حکومت افغانستان و شرکای بین المللی ما می بودن که طالب در پاکستان هستن و نفوذشان به این دلیل نفوذ بسیار گسترده داره. نفوذ دارن یا کنترل؟ خب ادعای پاکستان اگر بشنویم میگن که ما کنترل نداریم، 100% نفوذ داریم. یعنی این را به خودشان تعریف میکنن که نفوذ دارن سر طالبان، ولی ما فکر میکنیم که بیشتر از او که پاکستان ادعا میکنه هست کنترل دارن. نقش پاکستان چقدر مؤثر میبینین در این پروسه؟ تا بالای در اواخر صحبتهایی که صورت گرفت جنرال باجوه در آمد در کابل، گپایشان کلشان درست بود، یعنی گپای خوب زدن. در عمل ما چیزی ندیدیم تا بالای. درست. در عمل باید خشونت پایان میافید که نشده. هنوزم طالبا در پاکستان حضور دارن، هنوزم بایشان کمک صورت میگیره. میانه امو چیزایی که ما توقع داشتیم که پاکستان باید انجام بدن تا بالای انجام ندادن. چقدر فکر میکنین در این شرایط بحث و یا مسئله خط فرضی دیورند که بر پاکستانی ها همیشه مهم تلقی شده، همیشه در اولویت آجندا بوده، مهم است که افغانستان در موردش گپ بزنه؟ خود دایه خط دیورند دایه مردم افغانستان است. حکومت همیشه موقفشی بود که این تصمیم مربوط به حکومت نمیشه. از مردم افغانستان است. هر وقتی که مردم دو طرف خط دیورند تانستن به یک موافقه برسن یا نظر خود گرفتن، در اون وقت ما دولت موقف گرفتن میتونه. بر فعلا همه که گفته میتونیم که این مربوط به مردم افغانستان است و دولت در این مورد هیچ نوع تصمیم حق نداره. آقای محب، مثلا بارها از طرف حکومت گفته شده که پشاور پایتخت تابستانی ماست، تا اتک از ماست. وقتی که در مورد نفوذ و یا تاثیر پاکستان صحبت میکنین و زمانی که در یک گام دیگه تمامیت ارضی اونا به رسمیت شناخته نمیشه، ما مشخصا سر دیورند نمیرم، چطور تقاضا و یا توقع رفتار صادقانه از اونا را داریم؟ خب دایه خاک افغانستان دایه نو نیست. خاک از ما بوده، از ما هست و خاک بود و ما دایه را ایلاکدنی نیستیم. امید که مردم پشاور پایتخت تابستانی ماست؟ خب پایتخت امروز پایتخت کابل است، ولی خاک مرد او تصمیم حکومت بعدی است که پایتخت دو جای میکنن یا یکی تصمیم از این. ما دایه ما تا اونم جایی که ما فکر میکنیم که خاک افغانستان است حضور داره. برای دایه در زمانش کارم میکنیم. برای فعلا پاکستان یگانه کشوری نیست که سر خاکشان دایه داشته. خود پاکستان هم سر خاک دیگه کشورها دایه دارن. معنای از این نیست که باید بیاین در افغانستان مردم افغانستان مسلسل
زیر تفنگ شورشا بگیرن. بله، به اساس مائده ژنو چرا نمیتونن از خاک افغانستان از حملات هوایی و توپچی که پاکستان میشه در 20 سال یک موقف مشخص و روشن داشته باشن که دیگه پیشروی نکنن، دیگه نیاین در سفر آخرتان به جلال آباد کنند و مردم ایواده را دادین، ولی گام عملیش چی است؟ عملی صورت گرفت. ما با مردم وعده دادیم و اقدام کردیم، اگر پاکستان از اون طرف به خاک ما بمبارد میکنه ما هم میکنیم. یعنی ما از موقف خود هیچ نگذاشتیم، ما از خاک خود از هر اینچ خاک خود دفاع میکنیم. ایره با پاکستانی ها بسیار با وضاحت رساندیم و مردم ما ایره میفهمند. اقدامات عملی صورت گرفته، از مو به بعد بسیار کم واقعیت صورت گرفته. اگر بگیرن اونو جواب خودم میگیرن. محب، چرا به عنوان یک سیاستمدار جوان، یک سیاستمداری که تازه در این عرصه آمدین، چرا شما مراجعه و یا رجوع به یک رویکرد مدرن به خاطر حل جنجال پیشنهاد نمیکنین؟ چرا بعد از سالها از زمان داوود خان به این طرف با شعارهای عاطفی که برای تمام مردم مهم است، درست احساساتی طرف مرزم مهم است، احساسات او طرف هم مهم است، چرا شعار میدیم همیشه؟ خب شعار نیست، حق مردم افغانستان. گام عملیتان چی بوده تا حالا برای دیورن؟ گام عملی یک روش های مدرن، رفراندوم، همه پرسی، برای هیچ کدام از این چیز نشنیدیم که در 20 سال در موردش گپ زده شده، ولی همیشه ما ایره گفتیم که او طرف مرز، ای طرف مرز خط سرخ ماست مثلا. بله، وقتی رفرندوم هنوز نرسیده، یک زمان عادی کار داریم که ما احساسی از ایره بکنیم که مردم او طرف مرز هم زیر فشار صورت نمیگیره. اگر حل نکنیم به نظرتون جنجال مامرای پاکستان به زودی صاف خواهد شد؟ یک اشتباه است. مردم فکر میکنن که خط دیورند مشکل ما را با پاکستان حل میکنه. اشتباهی کلان است. ولی یک پاکستان یک عقبه است، یک پاکستان یک عقبه نظامی را بر خود میخواه که او را در خاک افغانستان بر خود میبینه. یک استراتژی نظامی پاکستان هستن، با اونا خط دیورن مهم نیست و تمام افغانستان بخش خود میخواین که یک عقبه بر خود ایجاد کنن. هدف پاکستان کلانتر از خط دیورن است و ما هم او موافقه ای که هر وقت صورت بگیره که دو کشور بتانن در تفاهم با یک دیگر و یک رفرندم مردمی با وجود بیاید، بعد از او یک تصمیم گرفته شود. فعلا ما در حالت جنگ هستیم و ایران میفهمیم که او طرف خط فرضی دیورند هم مردم زیر فشار نظامی های طالبان هست، پاکستان هستن، که شما تظاهرات مردم دیدین، اون یک حرکت پشتون تحفظ مومنت اونا را دیدین، پیچه هم بر حالت هستن. وقتی از اون نرسیده برای از این کار. امروز ما روابط نیک و حسنه را با مردم پاکستان میخواییم، با حکومت میخواییم، میخواییم دولت به دولت کار کنیم تا بتانیم که پاکستان مستفید شود. ثبات افغانستان، آخرین سروی های ملل متحد نشان میده که ثبات افغانستان جی دی پی پاکستان به 10% افزایش میده. چند سوال از آدیانس بگیریم؟ این طرف سوال نیست؟ شما بفرمایید. شما آب نمیگیریم دکتر؟ تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب خدمت بزرگوار محب صاحب، حاضرین در تالار. انجینیر محمد عمر اعظمی هستم، یک از شهروندان اصیل کابل. چنان هویداست تا نشست قطر ناکام می شود. حدس و گمان های اکادمیک فرزندان اصیل مردم ما چنین است. پس تدابیر ملی، تعهد و مسئولیت پذیری محترم سرقومندان علا و مشاورت امنیت ملی در زمینه حفاظت از جمهوریت و قانون اساسی کشور ما چی است؟ تشویش ذهن میلیونی جوانان و نوجوانان بیدار و آگاه نسل امروز و دوستداران جمهوریت امین است. بخیر. تشکر. سوال بعدی بفرمایید شما. بسم الله الرحمن الرحیم. نقیب الله مشفق هستم، استاد پهنتون. جناب دکتر، به شما یک سوال مشخص دارم و این سوال خودم میخوایم در دو بخشم طرح کنم. سوالی است که آنچه که از فرایند دوحه و در کابل معلوم میشه که یک ائتلاف نانوشته بیان سی جنا ایالات متحده امریکا، پاکستان و طالبان شکل گرفته و او ائتلاف نتیجهش برمیگرده بر یک حکومت موقتی و عبوری، هر نامی که شما خوش دارین برش بگذارین. و از صحبت های شما برداشت این گونه شد که خط سرخ آقای رئیس جمهور
غنی و خط سرخ شما یکی است. شما چی گزینه ها را در دست دارین تا از عملی شدن چنین سناریوی جلوگیری کنین؟ یک بس. بس دوم دیگه ای است که آقای دکتر، آیا شما آنچه را که در میز گفتگو میگین و یا هم در رسانه های دیگر، بخش از دیپلماسی فشار مذاکرات است که آقای غنی یک سال میشه شروع کرده، یا واقعا خط سرخی است که ما به او باور داشته باشیم؟ تشکر. تشکر. ما آمادگی 100% داریم. اگر با صلح به طالبان میرسیم و فکر میکنیم که اینمی ثبات افغانستان را تامین میکنه، بسیار خوب است، هدف اول ماست. ولی ما آمادگی نظامی را هم بر خود میگیریم، چی تنها باشه و چی با همکاری بین المللی باشه. در اینجا ما دو نوع جنگ داریم. یک جنگ تروریسم است که تقریبا ما همکاری برای جنگ تروریسم از شرکای بین المللی تعهداتی داریم. اگر اونا با او استادم باشن با ما کمک میکنن، اگر استاد نباشه هم ما مجبور هستیم که دفاع مردم خود بکنیم. و برای ازی تدابیرم گرفتیم، پلان گذاری هم میکنیم. پلان گذاری هر سیناریو در حال است که در سیناریویی که اگر تمام نیروهای خارجی براین ما چی میکنیم، و سناریویی که تمام نیروهای خارجی براین و کمک‌های خود دوام بده، کمک‌های مالی خود دوام بده، ما چی میکنیم؟ سناریویی که اگر تمام نیروهای خارجی هم میبره، کمک‌های خودم بند میکنه، ما چی میکنیم؟ سناریویی که یک تعداد نیروهای خارجی، یعنی کمک‌های تکنیکیشان در یگان عرصه میمونه، ما چی میکنیم؟ یعنی برای از او ما سناریو سازی کرده رایستیم و از او نگاه میخواییم به مردم خود اطمینان بدیم که ما حالت وضعیت خود سنجیده برای از او پلان میکنیم. یک موضوع. موضوع دوم که موضوعی از این که ما بازم تکرار میکنیم، ما پشت قدرت نیستیم. همین نظامی که شما در اینجا ششتین و یک اندازه تضمین فیزیکی و روحی تانه میکنن، ما میخواییم این همین تداوم پیدا کنن، بلکه از این که بهتر شون. ما نمیخوایم که اینمی نقطه پس از صفر شروع کنیم، یعنی یک کار نیست که ما خط بکشیم و بگیم پس از سر شروع میکنیم. نظام سازی به این ترتیب نمیشه. نظام مردم جمهوری اسلامی افغانستان همینجا هستن، یک نظام وجود داره که مکتب داره، شفاخانه داره، سرک میسازن، بر مردم خدمات ارائه میکنه، پارلمان داره. ما میخوایم که این سیستم و این نظام دوام پیدا کنه. اگر در میز مذاکره به یک نتیجه میرسیم که باید او امین نظام یا سیستم حکومتداری را تغییر بدن، ما به مردم افغانستان رای میکنیم. اگر مردم به او رای تایید دادن، عملیش میسازیم. درست، درست. از دو سناریو یاد کردین آقای دکتر، میشه برای ما این سناریو را بگوین که چی است؟ من امیر اول سوال کردم ولی برای ما از سناریو یاد نکردین، با اونا یاد کردین. خوش اومد نمانده که من گفت خود تکمیل کنم. بله، سناریوی خوب، اگر خارجی ها که فعلا ما تعهدات شرکای بین المللی ما در عرصه نظامی تا 2024 است که ما پلان اول ما، گزینه اول ما تا 2024 است که بتانیم که می قوای هوایی ما به جایی که می خواهیم برسانیم، تا او حد برسه نیروهای دیگه ما به قطعات خاص ما، مثلا یکان کمک های تکنیکی که صورت می گیره، اونا هم به اوج خود برسن و در جای بلوغ خود که باز می تانیم که بتانایی کل چیزایش را پیش ببریم. او سیناریو اول است که امو سیناریو ایدیال ما شماست. سیناریو دوم ایست کن که به اساس توافق طالبا و امریکا، اگر امریکای ها می خواهند که در آخر ماه می از افغانستان نیروهای خود بکشند، ما باید آمادگی از این را داشته باشیم که دفاع تنهایی را بکنیم که او را تقریبا می توانیم اطمینان بدیم که عملی بکنیم. ما فعلا هم پیشتر یادآوری کردم که تقریبا 95% امی فعلا جنگ خود ما به تنام پیش میبریم. در یکان موارد در قوای هوایی امریکا و دوستای دیگه کمک میکنن که اکثرشان موارد تکنیکی هستن. خب دیگه ایشان کمک های تکنیکی، تجهیزات و مسائل دیگه هستن که اونا را میکنن. ما گفتم در اینجا دو سناریو با وجود میه که بعد از می اگر
امریکایا کمکای خود دوام میکنه و نیروی خود میکشه ما به یک سو میریم. اگر اینا کمکای خود استاد میکنه که ما فکر نمیکنیم به اون سناریو به هیچ صورت بریم، باز دو حالت ما چی کرده، کار کرده میتونیم. در سناریو اول بسیار آسان‌تر است از خب سناریو اول ما تا 2024 است، سناریو دوم ما که کمک ها دوام میکنه بعد از می 2021 درست. و سیناریو سوم ما که هیچ کدامشان پیش نمیره. درست. اگر کمک های مالی امریکا قطع شوه به نظام افغانستان، آیا حکومت دوام میکنه؟ بله، خب سخت‌تر میباشه، وضعیت ما یکم مشکل‌تر میشه، ولی دوام میکنن. بله، وضعیت جنگی کشور هم اکنون که ما شما در اینجا گپ میزنیم در سنگرها چگونه است؟ فعلا امی ما میزان تقریبا هر در هر سیزن جنگی در هر سال سخت‌ترین میباشه، بعد از هوا سرد میشه و امی اخیرین کوشش طالبان میباشن هر سال. امسال هم متفاوتر از دیگه سالا نیست، وضعیت جنگ بسیار شدید است، مگر ما افتخار میکنیم سر نیروهای خود که با وجود از اینکه بسیار کمک امسال کمکای همکارای بین المللی و شرکای ما بسیار کم بودن، اینا تانستن که از موقف خود دفاع بکنن. ما امروز هم میبینیم هر روز خوب که وضعیت ما خوبتر شده میره، نه بدتر. تبلیغات دشمن زیاد است، اگر تبلیغاتش را نفی بکنیم در واقعیت کدام دستاورد خاص ندارن. میانگین اگر اتر صحبت بکنیم که میانگین تلفات نیروهای دولت افغانستان در یک روز چقدر است؟ خب فعلا بداهاتن میرسه در امی وقت و زمان، و ای بازم میگم معمول است هر سال در امی ماها ما به امی مشکلات مواجه میباشیم، ولی فعلا تدابیری از این را گرفته رایستیم سر امی پلان سازی که میگیریم، سیناریو سازی که چطور جلوی تلفات خود در آینده بگیریم و با چی ترتیب ام پالیسی امنیتی خود تغییر بدیم تا از این مشکلی که ما هر سال با او روبریستیم بهتر شود. ما امسال برای اولین بار حکومت افغانستان یک پلان امنیتی خود بر سال آینده ساختن که هر سال این کار ما با شرکای متحد شرکای خود می ساختیم. امسال تمام نیروهای رهبرای نیروهای امنیتی و دفاعی ششتن برای یک پنج روز مسلسلا سر از کار کردن که طرح و پلان امنیتی ما چی هستن. دکتر صاحب شما در 9 جون سال 2019 در مصاحبه گفتین که اگر 6 ماه دیگه در شرایط امنیتی که در اون زمان بودیم، درست در 9 جون 2019، 6 ماه دیگه اگر وضعیت به میگونه دوام کنه، گفتین که کمر طالبان رو میشکنن. آله از رقمی که شما میدین که روزانه دهاتان مثل ازی که کمر طالبان روز نشکستن. خب این تعریفشان چطور میدین؟ اول خب ما اونمونجا گفتم که ما هم وضعیت فعلی را اگر نگاه کنیم، ما در اون وقت کمک کافی خارجی داشتیم، نیروهای خارجی در اون وقت داشتیم که به اساس موافقه که طالبا با امریکا داشتن کمک کم شد و ما نتانستیم اونمو روانده دوام بتیم. یک موضوع دوم که طالبا در جنگ برد نداشت، حتی امون سالی که ما امیر صحبت کردم هم برد نداشت، امسال هم نداره، یعنی اراضی را به دست نورده. اینا اگر میگن که حاکمیت ما بیشتر شده، ما تعریفشان را نمیفهم که حاکمیتشان کجاست. یک رهبرشان هنوز حضور پیدا نکرده در کدام جای، هنوز هم در پاکستان پت و پنهان میگردن، در افغانستان هم در هیچ جای حضور طالب نیست. بحث رهایی زندانیان طالب چقدر در جنگ تاثیر گذار بوده؟ آیا بوده؟ بوده. ما تقریبا یک لیست 580 نفر داریم که پس به جنگ برگشتن و تقریبا یک تعداد از این 500 نفر حتی در پس در جنگ کشته شدن. وعده ای که طالبا کرده بودن که یا پس نمیگردن و ادعای هم کرده بودن که خوب ما ضرورت بیان نداریم، ما جنگجوی زیاد داریم، ولی دیدیم که با اینا نه تنها که پس برگشتن و تنها سرباز نبودن، موقفای برشان داده شدن یا فرمانده بودن کسایی که به جنگ برگشتن. بله آقای محب، شما بیش 900 زندانی را یک بار رها کردین و 5000 زندانی دیگه یک بار دیگه رها شد، ولی حکومت بعد درخواست کمیسیون مستقل حقوق بشر، ناظران جامعه مدنی، مطبوعات هیچ وقت پاسخ نداد که لیست شریک بسازد. چرا این لیست شریک نساختین؟ من نمیتونم از شما این سوال پرسان بکنم که این تعدادی که دوباره به جنگ رفته کیا هستن، چه کار میکردن؟ ما لیست به کمیسیون حقوق بشر شریک ساخته بودیم.
ما در امی برنامه صحبت های خانم اکبر داشتیم که تا او اخلاقل سه هفته پیش لسته برشان نداده بود. خب در وقتی که ما زندانی را رها میکدیم از ما خودم پرسیده شد و ما این موضوع را به همکارای خود گفتم که امرایشان شریک لسته شریک بسازیم. نکرده بودن. خب بازم ما این را تعقیب میکنیم که واقعیت نکرده بودن یا ولی اونا را یک خواهش ما بودن که این لستنا به امرای اونا شریک میشن. چرا دکتر صاحب؟ کدام موضوع شد؟ امی بحثی که این لستنا امرای اونا شریک شد و دلیلش چیست؟ آیا مردم افغانستان نیاز نداشتن این را بدانن که 5000 که رها میشه کیا هستن؟ حتی در جرگه درست؟ در جرگه لست پیشه هیچ کدام از اعضای جرگه نبود، شما فقط عملات و یا جنایتی که انجام داده بودن او را لست کرده بودیم و همگی چشم پود تصمیم گرفتن. هیچ وقت پالیسی از این پالیسی نبود که ما لست با کسی شریک نسازیم. بله، ما هیچ وقت لست از کس پنهان نکردیم و نخواستیم که لست پنهان بسازیم. یک نرسیده به مردم یک گپ جداستن ولی پنهان نشده. در جرگه هم لستا ما آماده ساخته بودیم، دفتر ما مسئولیت داشتن، ما لستا را استفاده نشده از پیشان در جرگه و یک گپ جداست. آیا رهایی زندانی های طالب از طرف امریکا بر حکومت افغانستان تحمیل شد؟ ما بخشی و موافقه نبودیم و نمیخواستیم در این مرحله با طالب یک امتیاز کلان داده شود و در هیچ وقت در هیچ جای در هیچ موافقتنامه صلح این رقم یک وضع صورت نگرفته که در پیش از اینکه با موافقه برسین زندانی ها رها شود. ولی برای از اینکه یک قدم اول یا قدم نخست برای رسیدن به صلح بودن ما این کار انجام دادیم. باز هم یعنی بدون از این هم یک تعداد دیگه زندانی های طالب ها را که ما میتونستیم پارسال هم رها کرده بودیم که یک تشویقی بر طالب ها باشه که اینا بخواین اگه آتش بس بکنن و به صلح واقعی برسیم. یعنی ما خواهانی از این نیستیم که زندانی ها را رها کنیم. اگر امروز هم طالب ها بیاین و همین در اون وقت استدلال ما بود که طالب ها بیاین بگوین ما آتش بس میکنیم دیگه، ما نمی جنگیم در افغانستان و می خواهیم که اختلاف خود از راه حل مذاکرات حل بکنیم. ما حاضر هستیم تمام زندانی هایشان رها کنیم. ما اشتیاق ازیر نداریم که مردم افغانستان. ولی به چه قیمت آقای محب؟ شما میاله میگین که اینا دوباره به جنگ برگشتن، شما تضمین هم گرفته بودین ولی تضمینتان هم کار نداده، پاسخگویی هم در این مورد وجود نداره، این خونه که ریختانده میشه پاسخی را کی میده؟ فعلا به فکر ما شما هم فکر هستیم به این مورد. ما هم امید تضمین میخواییم. اگر طالب تضمین داشته باشه من حقی را دارم که از شما پرسان کنم چون من قوه اجرایه و مجریه و مقننه ندارم درست، ولی شما وقتی در این موقف هستین رای ما به کجا میره؟ ولی ما هم جواب برتان میدیم. بفرمایید. خب گفتم اگر طالبات تضمین کنه ما اشتیاق ازیر نداریم که زندانی ها را در زندان های خود نگاه کنیم. آسان‌تر است که ما به موافقه از رای مذاکرات برسیم و این فرصت به طالبان مهیا است. امروز هم میتونن که از رای مذاکرات مشکل خود حل بکنه و ما میتونیم که تمام زندانیایی که هستن برشان رها بکنیم. فعلا ما یک پرسش دیگه با اجازه همکاران اتاق فرمان میکنم، باز با آدینس میرم. بزرگترین تهدید بر امنیت ملی افغانستان فعلا چیست؟ خب به فکرم مردم زیاد تشویش در این روزا ما میبینیم، تشویش تبلیغات دشمن بسیار زیاد است، دشمن که هم طالب است هم داعش است تبلیغ زیاد میکنن و فکر میکنن که خدا نخواسته نظام ما به سقوط مواجه است یا یک کدام تشویش هایی هستن که ساحات شهری و ساحات که سابق امن بودن شهرهای ما را زیر تهدید میگیرن. یک ویدیو نشر شده بود از طالبا در کمپانی کابل. خب یک وضعیت ما در حالت جنگ است میره، خب نفی کرده نمیتونیم وضعیت حالت جنگ است ولی به هیچ صورت ما به یک وضعیت مواجه نیستیم که خدا نخواسته مردم به او تشویش جدی داشته باشن. امکانات از این که طالب برای یک روز یک طرف شو مثل دزدواری یک فیلم بگیره و او را در صفحات اجتماعی به نشر برسانن امکانش هست،
ای که برای خود نشان به تاکستان تابال حتی رهبریشان که ادعای از این را میکنه که یک تعداد 1% افغانستان 50% افغانستان را به خود دارن برآمده نمیتونه رهبریشان درست پنهان است درست پنهان. ولی جنگ ادامه داره خب امو ساعتی هم ساعت محدودی هم که در پایتخت کشور مبراین یا یک فیلم میگیرن همی به نظرتان کلان گپ نیست؟ خود دزد جرم و دزدی تقریبا در تمام دنیا صورت میگیره عملی اونمونجا یک برای یک در دقیقه برآمده نشان کنم ولی یک جنگ تبلیغاتی بزرگ به نظر تا نیست؟ جنگ تبلیغاتی است جنگ تبلیغاتی است من میرم میگم طالب فعلا یک جنگ تبلیغاتی را برای انداخته که میخواه به مردم تشویش ایجاد کنه و بسیار بسودش هم تمام شده خب مردم چون یه فیلم سابق دیدن وضعیتی که سر کشور آمد و مردم مجبور به مهاجرت شد خانهشان ویران شد جنگ داخلی صورت گرفت مردم حتما تشویش داره و همی تبلیغات سرشان کار میکنه و همی خواهیم بگویم که اون چیزی که تبلیغات است واقعیت نیست یعنی یک سوال دیگه اگه ایتوری سیمانتر پرسان کنم دکتر صاحب اگه اونا به قول شما دزد هستن و ما براین یک فیلم در شهر کابل میگیرن فیلم شما چی است؟ ما خود نظام هستیم شما کجا هستین که اونا فیلم گرفتن میتونن به نام طالب و در سوشل میدیا نشر میکنن از آن آمر مخدوش میسازن به قول شما که تبلیغات است خب ما خود نظام هستیم ادرس ما در هر جای معلوم است ولسوالی ما معلوم است حوزه ما معلوم است اگر بیس امنیتی است معلوم است پستهش معلوم است یونیفارم هم داریم یونیفارم دارن در بین مردم پوت نیستن انمی موازی هستن اگر کسی ما را مورد حمله قرار میگیره ادرسش معلوم است طالب در کجاست؟ خود در جامعه مردم خود پت کردن، پنهان کردن وقتی حمله میکنن میبراین و پس اگر ما میخواییم که عمل کرده چیز نشان بتیم مردم از خاطر مردم که تلفات ملکیش صورت نگیره مجبور به احتیاط میشیم یعنی طالب غیر از این که جنگشان جنگ دزدیست دیگه خودشان خود در نبرد تابال واضح نبر آمدن که مقابله بکنه تو سوال کوتاه دیگه از همکارا در تالار میگیریم بعد از او باز برنامه با پایین میرسیم شما بفرمایید سلام به همه سلام به شما جناب دکتر صاحب دکتر صاحب محترم در اول حکومت آقای کرزی مشاهده زی هستیم که طالبا یا گروه طالبا بسیار تضعیف شده بودند اما چی باعث شد که بعداً آهسته آهسته این گروه به قدرت تبدیل شد که حالا حکومت به خاطر از اینکه پای طالبا به میز مذاکرات صلح بکشانه مجبور به این میشه که 5000 زندانیان طالب رها بکنه و حالا اگر این نتیجه نه تا گفتگوهای صلح که جریان داره و بالاخره 5000 طالب هم دوباره به سنگر جنگ بپیوندن اینا و امریکا هم نظر به متعهدات که داره با طالبا و توافقنامه‌ای که امضا کرده بالاخره نیروهای خود از افغانستان بیرون بکنه این 5000 طالب به نحوه به ذات خود چقدر میتونه که مشکل ساز باشه برای دوام حکومت فعلی یک جان تشکر سوال میگیریم اجازه است بفرمایید شما بسم الله الرحمن الرحیم دکتر صاحب محترم تاسو ته خرغ لاست پېما زمانوم نبی الله باز د پولیسي جرګه کې د ننګرهار استاد هم دکتر صاحب محترم مونږ د ولس سره ډایرکټ په تماس کیو مونږ یو تشویش را پیدا شوی چې د ولس او د حکومت ترمنځ فاصله ورس په ورس په زیاتېدو باندې دي او د دې غټ علت دا ده چې د قانون حاکمیت نشته ده یو څو مثال به درکړم چې مربوط د تاسو د شورا امنیت هم کیږي ټول ناول امنیت ملي امنیت ملي چې کله یو عملیات کوي یو کس نیسي ځان سره جیل ته وړي هغه تایم راحل لري چې هغه لس ورځې حق لري چې ځان سره وساتي هغې نه بعد د څارنوالۍ ته معرفي کوي څارنوالۍ به محکمې ته معرفي کوي به محکمه ورباندې فیصله کوي چې دا بېګناه دی او که نه خو بهرحال په افغانستان کې دلته برعکس دی دلته امنیتي ملي ځان سره ساتي شپږ میاشتې پنځه میاشتې څلور میاشتې هغې نه بعد وایي چې یار آیا بیا څارنوالۍ ته معرفي کوي آیا چې دا حق نه لري بل مثال یې تاسو درکوم چې په یو امیر د حوزې یا په یو ولسوالۍ کې یو قمندان وایي چې یاره زه د شورا امنیت په امضا باندې یا د رئیس جمهور په امضا باندې زه مقرر شوی یم زه قمندان ته یا زه وزیر ته جوابګونه یم نو دغه یو څو پوینټ دی چې د قانون حاکمیت خپله نه راځي آیا چې همدغه ارګانونه دي چې د قانون حاکمیت دپاره کار کوي نو زما سوال دا دی که چېرته همدغه ولس تاسو سره نه وي
نو بیا دا سوله چا د پاره غواړی مننه شکر بفرمایئ ډاکټر صاحب بخیر اول خوب موضوعی کې سره چر طالب پاس قدرت یافت یا تضعیف شده بود پاس با وجود آمد واقعیت گپی است که ظلم صورت گرفت یک تعداد مجبورا طالب ساختن روزای بود مردم در خب در وقتا ما قصایش شنیدیم قصای مردم شنیدیم که واقعا یک ظلم کلان صورت گرفت یک تعداد مردمی که در قدرت آمدن در ساحات خود رقابت های محلی داشتن از قدرت نو خود استفاده کرده تا که حکومت شکل می گرفت تا که نظام شکل می گرفت مردم رقیبای داخلی خود محلی خود شکنجه کردن ظلم کردن که باعث ازی شد که مردم برن مجبور شون که باز سلاح بردارن ما یک واقعیت است که باید از او چشم پوشی نکنیم ما که میگیم که باید نظام تخریب نشه و به همین دلیل وقتی نظام باز می رقم حکومت هایی که بدون یک قانون اساسی به وجود می آید مردم سوء استفاده زیادتر می کنه مالک و توایفی به وجود می آید که ما فکر می کنیم که ظلمی که صورت گرفت دومی که باید همون فرصت بود که ما به یک صحنه رسیده بودیم که شاهد ازی بودیم که یک دو دهه مردمی که به خود یک دیگه جنگیدن در پالوی یک دیگه در دفاتر شیشتن کمونیست با مجاهد در پالو در یک دفتر در یک انجیو در حکومت در پالو شیشتن برای نظام سازی خود اونمو یک فرصت بود که باید طالبان هم شامل امو پروسه می ساختیم که نشد به فکر اینمی اشتباه باید باز تکرار نشوه که باز ما یک گروه از یک قشر جامعه خود بیرون بمانیم از مصالحه و از نظام یک موضوع دوام هم خبر د قانون د عملی کولو ده ز پدی که بیا هم یک قسمت دیگه سوال شان من دکتر صاحب که رهایی 5000 زندانی طالب صحبت کردن که چقدر میتونه خطرناک باشه اگر مذاکرات نتیجه نده ما سابق این موضوع را به او پرداختم بازم تکرار میکنم که اول خو فعلا یک تعدادشان ما ثبوت داریم که لیست کردیم یک تعدادشان بیشتر از 580 نفرشان پس به جنگ برگشتن که مستقیم یک تهدید است بر ما شما دومی که اگر به موافقه هم نمیرسیم این تعداد ما از اول تشویش داشتیم که میتونن که پس به حالت جنگ برسن نتانایی که جنگ یک تعداد از اینا قاچاق برستن اونا پس به مکار خود دوام داده میتونن یک 95 نفر اینا قاتلی بود که در وقت گرفتاریش یا در تحقیقات خود هیچ وقت اعتراف ازیره نکده بودین که کار را بر طالب انجام داده بود و نه طالب اداره کرده بودن که قتل طالبان انجام دادن ولی معلوم شد که 95 نفر قاتلین طالب بودن امروز هم ما مثلا 17 نفر را گرفتار کردیم که اخیرین قتلایی که در کابل صورت گرفته اینا به اعترافات خود گفتن که اینا بخشی یک گروه 100 نفری هستن که از طرف طالبان توظیف شده بود که بعد از اینکه حملات شهری را استاد میکنن حملات انتحاری را در شهرها استاد میکنن دست به ترور میزنن 17 نفرشان فعلا در دست ما که هیچ کدامشان طالب ادا نکردن یعنی جنگ طالب به هر ترتیبی که هست اونا دوام میتن و این افرادی که طالب هستن که رها شدن نشان دادن در عمل که تعهد به اما چیزی که امضا کرده بودن ندارن و پس در نبرد کرد سوال وکیل صاحب در مورد بحث حاکمیت قانونی که هم اگه میخواین رئیس صاحب جمهور ببینن پاسخ گوستن دیگه بر نهاد سیستم کس پاسخ گو نیست ما فکر میکنم که بسیار دیر پرزای سوال ده جناب وکیل صاحب د ولس او د خلکو ترمنز فاصله کمولو که وکیلان هم دیر یو عمده رول داری دیر خلک تاسو ته مراجعه کوي او تاسو هم د دې نظام برخه یې یعنی حکومت یو طرف ته دی پارلمان هم تر څنګ دی په دې نظام کې مونږ ستاسو د لارې غواړو چې د خلکو سره روابط نور هم قوي کړو دا امکان نه لري چې رئیس جمهور دې هر څوک وګوري د ټوله ورځ نور کارونو ته هم باید اقتصاد ته هم توجه وکړي امنیت ته هم توجه وکړي نور پیشرفتونو ته هم باید توجه وکړي تعلیم او تربیه ته هم وکړي هغه وظایف لري ولې د وکیل صاحبانو د لارې د سناتور صاحبانو د لارې د نور مشاورینو د لارې مونږ د همیشه کوشش د دې کوو چې خلکو سره د رابطه نږدې شي
په دې اواخرو کې د دشمن تبلیغ هم بیا هم تکراروه ډیر زیات دی، د تبلیغاتو نه استفاده کوي. ما مخکې اشاره وکړله یو تعداد ځایونو کې چې دوی قتلونه کوي، مګر هم ادعا یې نه کوي، هماغسې پرېږدي چې خلک فکر کوي چې دا جرم دی. مونږ د دوه رقم پدیدو سره مخصوصا په ښارونو کې، په ننګرهار کې، په جلال آباد کې ورسره مواجه یو، په کابل کې بیا دلته په ښار کې مواجه یو، چې یو یې تروریستي عمل دی چې د هغې پر ضد باندې خو مونږ په دوامداره توګه باندې خپله مبارزه کوو. دوهم یې اجتماعي آباد دی چې جرمي دی، چې په هغې کې ستاسو کومک د وکیل صاحباو، د علماو کومک مو پکار دی، د والدینو، د معلمینو کومک مو پکار دی، تر څو د جرایمو مخه ونیسو. دا چې په جامعه کې داسې افراد شته چې د خپل موقفونو نه سوء استفاده کوي، په دې کې شک نشته، مګر هم هره ورځ مونږ په دې کوشش کیو چې دغه روند کمتره نورم کم کړو. په دغه اواخرو کې مونږ په تقریبا یوازې د حوزو په سر باندې یو 50 نوي قومندانان د امنی د ولسوالیانو ځای پر ځای کړل. دغه خلاص دي چې بریدملان وو، چې افسران شوي دي، ارتقا یې کړې ده، په جنگ کې ډیر مهارت لري، د راضی سره ډیر بلد دي او پاک دي، په فساد کې غوښتنه دي. دا خلک مونږ دغه ولسوالۍ ته نه امن ولسوالۍ تقریبا ټول هیواد کې استو، او دا روان د اصلاحاتو به دوام پیدا کوي، دوام مومي تر څو مونږ وکړی شو چې هدا اکثر اصلاحات ته ورسیږو. بیا به زه فکر نه کوم چې په یو وخت کې به مونږ داسې حالت ته ورسیږو چې سل په سله دي څوک سوء استفاده ونه کړي، مګر موږ غواړو چې څومره ورته نږدې کېدلی شو هغې ځای ته ورسیږو. دکتر صاحب، فعلا نیروهای امنیتی و نظامی افغانستان در حالت دفاعی هستن؟ در دفاع فعال هستن، یعنی اگر ما ببینیم که یک تجمع صورت میگیره و این تجمع باعث مسلح هستن و میتونن که حمله انجام بدن، ما اقدام میکنیم. خب طالب هم میدان مذاکره را داره، هم میدان جنگ داره، شما چرا نمیجنگید؟ خب ما خود نظام هستیم، بازم میگین ما اخلالگر نیستیم، نمیتونین که دولت به طالب مساوی بسازین. طالب نه سرک میسازه، نه کدام، غیر از اینکه دو کار میکنن طالب: اخلال، تبلیغ. کدام وظیفه دیگه ندارن. برای ما نظام هستیم که شما بخشش هستیم، ما شما مسئولیت داریم در قبال مردم، ما هم مسئولیت تامین امنیت داریم، ولی تنها تامین امنیت نیست که تامین امنیتشان رو بکنیم، رساندن غذا به مردم است، اقتصادشان هستن، ما باید برای تعلیم و تربیتشان کار کنیم، بر صحتشان کار کنیم، که کل موارد است که دولت پیش میبره. گپ شما درست، ولی این موقف طالبا را در میز مذاکره میبینیم که تبدیل کرده به یک شریک استراتژیک، درست؟ ولی یک بحث کلان دیگه ای است که طالبی که امروز در قطر صحبت میکنه به هیچ صورت بحثش این نیست که بیای ادامه و یا دوام این نظام باشه، درست؟ یک فکر در مورد طالبایی که ما در اوجه امراشان گپ زدیم امی است. اونا قدرت هم میخواین و میگن که ما دیگر شریک میسازیم. در این قسمت چی گفتنی دارین؟ میگن حاکمیت از آن ما، دیگران را ما تصمیم میگیریم که شریک بسازیم یا خیر. خب بسیار خوب، شما با وضاحت گفتین که هدف طالب چی است و این جنگ مشروعیت خود از کجا میگیره. یک طرف نظام مشروع است، یک طرف یک گروه هستن که بر قدرت میجنگه و میخواه که مردم محکوم بسازن و میگن که بیاین ما نظام میگیریم بزور، شما را باز اشتراک اگه دل ما خواست میتیم. آیا ایره مردم افغانستان قبول میکنه؟ یعنی بازم یک طرف یک نظام مشروع جمهوری اسلامی افغانستان است و یک طرف یک گروه که اخلال میکنن، جنگ نیابتی را در افغانستان به پیش میبره، جنگ قدرت در افغانستان به پیش میبره، مسلمان در افغانستان میکشه، افغان در افغانستان میکشه. اگر شما فکر میکنین که طالب باز اینجا میتونه حکومت بکنه، ما همین تضمین برتان داده میتونیم که طالب حکومت در افغانستان کرده نمیتونه، مردم قبول نمیکنه. ما در تمام افغانستان هم رای مردم در تماس هستیم. فکر میکنین طالب پشتوانه مردمی نداره؟ نداره. ما در تمام افغانستان هم رای مردم در تماس هستیم. خب اخلالگر است. خب امکان از این که بازم ما به گپ وکیل سیب استناد میکنیم که اینجا حمایه مردم بسیار به کار هستن، حمایه از این که ما با مردم باید کار کنیم. من موافق هستم، ما در جایی که با مردم کار میکنیم در اونجا امنیت بهتر شده و این یکی از پالیسی های حکومت است که فعلا برا گرفته که با مردم کار کنیم و مردم شریک امنیت بسازیم. ولی طالب از زور کار میگیره و
عمو طالبایی که یک وقت کم از کم یک اصول مراعات میکردن امروز نیست. طالب روز به روز ضعیف شده میره از لحاظ اخلاقی، حکومت یا نظام روز به روز بهتر شده میره، چون اینجا معرف وجود داره، پونتون وجود داره، مردم تربیه میشه به بالاتر میرن از لحاظ اخلاق و از لحاظ نظام و از لحاظ نظامداری. طالب نفری که میجنگید که به یک چیز عقیده داشت کشته شد، نفر دومش که با او ارزش ها قبلدم نبودن مسئولیت گرفت. اونای رستاقایی که طالب دارن اگر از او مردم بپرسین امروز امو خرابترین نفری که در جامعه خود داشتن امروز قومندان طالب است. یعنی از جامعه بالا از لحاظ اخلاقی بسیار پایین آمدن، غیر از اینکه اخلال ایجاد کنند دیگر کدام کاری انجام دادن نمیتونه. دکتر صاحب، شما در یک سخنرانی تاریخی که در شورای امنیت سازمان ملل متحد داشتین برغم نشان دادین که در اون زمان در سال 2019 یک سوی نیت از طرف آقای خلیلزاد به عنوان نماینده آمریکا در مذاکرات صلح وجود داره. من میخوام اینو پرسان بکنم که حال چقدر نیت آمریکا را صاف و خالص میبینین؟ ما برای آینده افغانستان کار میکنیم. مسئولیت ما به شماست، با مردمی که اینجا شیشتن، با مردمی که صدای ما و شما را میبینن و ویدیوی را دیرن. هر وقت صادقانه نمیمانیم که تاریخ شاید ازی را باشه که ما بر صادقانه با مردم خود کار نکدیم. مسئولیت ما با مردم افغانستان است. چیزی که آموختیم، چیزی که فکر میکنیم از این کل پروسه هست، این که ما باید به زودترین فرصت از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ امنیتی به خود متکی شویم. چقدر نگاهتان فعلا به نیت آمریکا یک نگاه خوب شده؟ خب آمریکا یک بازم یک حکومت یک نظام است. ما نمیتونیم که منحصر یک شخص بسازیم. پالیسی خود داره. برای آمریکا در افغانستان بودن به تعریف خودشان دراسترین جنگ است که 20 سال است و میتونه شوه. امروز آمریکا از اینجا پای خود جمع کنن، از اینجا میتونن برن و شاید زیاد تاثیر سر پالیسی داخلی و خارجیشان هم نکنن. ولی برای ما شما اید تاریخ ما یک نقطه است. ما همینجا هستیم، در همین کشور زندگی میکنیم و باید بتونیم که زندگی خود پیش ببریم. درست. امنیتشان چطور میبینین دکتر صاحب؟ چقدر دمی مذاکرات به عنوان تسهیل کننده، درست؟ به عنوان تسهیل کننده یک از کسانی که دمی جنگ داخل بود، حالا یک توافق امرای طالب کرده و همواره مطرح میشه از طرف آقای خلیلزاد که اخلالگران در درون وجود دارن. منظور اخلالگران کی هست؟ حال نیتشان چطور است؟ من میخوام جوابی سوال بدانم. من یک موضوع پس جمله خود میخوام تکمیل بکنم. امروز در جایی که ما ششتیم و حتی شما و وکیل صاحبا وظیفه نیست. وظیفه چیزی را میگه که آدم ترک کرده بتانه. امروز این زندگی ما شماست. ما چی رقم آینده بر خود میخواییم؟ ما میخواییم یک افغانستان باشه که ما هم در زندگی کرده بتانم، شما هم زندگی کرده بتانین، وکیل صاحب هم زندگی کرده بتانه، تمام علمایی که در اینجا هستن اونا هم زندگی کرده بتان، خانم هم حق خود در این کشور داشته باشه که باز مجبور به این نشوه که ما شاهدش بودیم. در وقت مهاجرت در پشاور بودیم، مردم میگفت که سگ باشیم ولی در خارج باشیم، چون فکر میکرد که حیوانات حتی در خارج حق داشتن ولی افغان ها حق نداشتن، زندگی نداشتن. امروز ما یک زندگی بازم نسبه با عزت به وجود آوردیم، در کشور خود هستیم، افتخار میکنیم سر ازی و این را به هیچ صورت از دست نمیتیم. به این کار نیت آمریکا به خاطر ختم جنگ در افغانستان چقدر خالصانه است؟ خب این را باز شما از نماینده آمریکا بپرسیم. چی میبینین آقای محب؟ من میخوایم نظر شما را پرسان بکنم. درست؟ ما بازم اصرار سر ازی میکنیم که ما به حیث افغانا آینده خود باید تضمین کنیم. ما به هیچ صورت نمیتونیم بگیم که یک تحصیل کننده خارجی تنها مفاد افغانستان را در نظر میگیره. حتما نفع خود در نظر گرفته با ما مشوره میتن و فعلا در مذاکرات ما مستقیم با طالبا به همین دلیل ما تسهیل کننده را هم قبول نکردیم، هیچ کس قبول نکردیم، گفتیم مستقیم باید ما صحبت کنیم و فعلا تیمای ما که دو تیم ایجاد کردن، دو تیم تماسن، مستقیم با یک دیگه در صحبت هستن و ما این امیر را میخواهیم دوام بدیم. اگر ما با طالبان به موافقه میرسیم باید موافقه افغانی باشه، 100% افغانی باشه.
بسیار زیاد تشکر. خسته نباشید دکتر. سلامت باشید. تشکر.